السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. با بخش سوم محشر خوش آمدید. اما طور که شما معلومات دارین که در بخش های اول دوم نظر به سوال خواهر ما خواست میره به بخش ها تقسیم بکنیم. خب در این بخش در مورد میدان محشر خدمت شما میخوایم معلومات چند را پیش بکنم. میدان محشر به اون شکل که در احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ما رسیده، یک زمین بسیار اموار است. در اون زمین کوه، تپه، گودال، چقوری اصلا نیست، اموار اموار است و رنگ از او سفید است. تمام کوها به امر الله سبحانه و تعالی از بین میرن، تکه تکه پارچه پارچه میشن و تمام از اینا تبدیل به یک زمین کاملا مسطح میشن که اون زمین گنجایش اجتماعی تمام مردم، مؤمنان، کفار، نیکان، بدان، انسانهای شایسته، انسانهای فاسد، تمام از او در اونجا جمع میشن. رسول مبارک صلی الله علیه و سلم تاکید دارن در احادیث صحیح که زمین میدان محشر سرزمین شام است، یعنی سوریه امروز. و در این سرزمین در اون وقت مؤمنین ساکن می باشند که تحت لوای اسلام قرار دارند که حضرت عیسی علیه السلام او را حمل می کنه و بر علیه دجال و بر علیه یاجوج و ماجوج اینا جنگ می کنن. بعد از این مرحله الله سبحانه و تعالی برای کفار یک بیماری بسیار وحشتناک بر اینا فرود میاره. مثل امروز ما می بینیم که بیماری های خطرناک در جهان مستولی شده و ما می بینیم که مرض کرونا آمده و چند روز پیش دولت انگلستان اعلان کرد که یک نوع دیگری از ویروس کرونا پیدا شده. به این شکل الله سبحانه و تعالی یک بیماری خیلی خطرناک بر کفار فرود میاره و اینها خیلی عاجز میشن، هیچ چیز کرده نمیتونن و اینا در اثر از بیماری کفار نابود میشن. و در این شرایط حضرت عیسی علیه السلام از بارگاه رب منان استدعا میکنه که تا زمین از لوس و از مرداری و کثافت این جسدها پاک بکنه و الله سبحانه و تعالی دعای عیسی علیه السلام را اجابت میکنه. و این وقت است که یک رقم پرندای بسیار خاص اونا را الله سبحانه و تعالی مأمور میکنه که تا این جسدهای کفار را به یک مناطق بسیار دوردست انتقال بده که جای ازی بر ما معلوم نیست و در احادیث نامده و جز الله سبحانه و تعالی کسی نمیفهمه. و بعد از او الله سبحانه و تعالی باران بسیار شدید را نازل میکنه که تا زمین شستشو بکنه و پاک شود. مردم در روز محشر برهنه، مادرزاد، ختنه ناشده اینا پلوی یک دیگر حشر میشن، اما هیچ کسی به یک دیگر اینا نگاه نمی کنند و یک حالت فوق العاده و حولناک به انسان ها رخ می ده که هر انسان به خودش مشغول می سازه. بعضی از مردم سوار بر سواری های خود حشر میشن و ای کی هست این مردم؟ این دسته مردم اونهایی هستند که همیشه با دین الله سبحانه و تعالی و تبلیغ از او مشغول بودند و در آیات خود اعمال شایسته انجام دادند و اکنون وقتش است که اونها سوار بر اعمال نامه خود هستند که اونها را حمل میکنند. سبحان الله. در این وقت بعض از مردم همراه پایهای خود عشر میشن، یعنی پیاده هستند و این دسته کسایی است که هم اعمال صالحه داره هم اعمال سیئه داره، هم گناه داره هم ثواب داره،
اینا پای پیاده حشر میشن. نوعیت دیگر مردم که حشر میشن فرق داره. بعض از مردم است که الله سبحانه و تعالی قدرت را رفتن از اون آم میگیره، میخواین را برن نمیتونن و اونا مجبور میشن که بر روی شکمهای خود مثل ایوانای خزندهوری، مثل مار و ایوانایی که بر روی شکم میخزن، و یا بعضشان حتی با شکمشان هم نمیتونن بخزن، اونا با صورت خود با روی خود عشر میشن. و این دسته کسایی هستن که مال مردم در دنیا بناحق عیف و میل کردن و به مردم ستم روا داشتن. پس این کسایی که زمین ها را غصب کرده، مال مردم را غصب کرده، پیسه های مردم را گرفته، اینها بر روی شکم و بر روی خود، یعنی به صورت خود، اینا در زمین هم کش کرده به طرف میدان محشر می روند و این بدترین حالت از این مردم است. باز بعض مردم های دیگر هم است عزیزان که اونا کر و گنگ حشر می شن. می فهمین عزیزان این کدام کس هست؟ این دسته ای کسایی هست که ربا می خوردن. بله، کسایی که در دنیا ربا می خوردن، سودخورها و کسایی که سود حلال می دانن، اینا کور و کر حشر می شن. ما بارها گفتیم که عزیزان ربا حرام است و در بخش قبلی هم در مورد از این ما صحبت کردیم که چی رقم اینا از قبرشان می خیزن مثل انسان های جن زده. باز یک گروه مردم دگام است که در حالات که اونا مردن در امو آلت ها در آخرت عشر میشن. به طور مثال کسی که در دنیا در آلت ذکر الله سبحانه و تعالی مرده، عشرش در آخرت در آلت ذکر است. کسی که در آلت تلاوت قرآن کلیم مرده، عشرش هم در آلت قرآن است. خود حشر عزیزان گرانقدر دو مرتبه داره، یعنی دو مرحله داره، عشر در دنیا، عشر در آخرت. عشر دنیا بس و همی بود که به تفصیل برای شما گفتم و همچنین اما آتش است که از عدن بلند میشه و مردم بسوی میدان محشر سوق میده و عشر آخرت در زمین غیر از زمین کنونی انجام خواهد شد، به خاطر که الله سبحانه و تعالی در قرآن میگه که روزی که این زمین به یک زمین دیگر تبدیل میشه. مادر مؤمنان عایشه رضی الله عنها میفرمایه که از رسول کریم صلی الله علیه و سلم در این باره پرسیدم که یا رسول الله، پس دو روز مردم کجا خان بود؟ میگه رسول مبارک جواب داد که صلی الله علیه و سلم اونا بر پل صراط خواهند بود. انشاءالله در بخش بعدی ادامه میتیم به سخنهای خود در مورد محشر. تا بخش بعدی، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.